سلام عزیزان حق جو، امیدوارم در هر کجای این دنیای بزرگ که زندگی می کنید در سلامت جسم و آرامش الهی خداوند باشید. عزیزان، خداوند یگانه پرفیض و مهربان، خالق این هستی و شما، بسیار مشتاق تا با شما صحبت کنه. از شما دعوت می کنم تا برای شنیدن از خداوند و شناخت بهتر از او، کلام او را مطالعه کنیم. عزیزان، عنوان مطالعه امروز کلام خدا هست عیسی مسیح فراهم کننده برای هر نیاز ماست. عیسی مسیح فراهم کننده برای هر نیاز ماست. آیه کلیدی این مطالعه در اول قرنتیان فصل 13 آیه 12 هست. این آیه می‌فرماید: آنچه اکنون می‌بینیم و می‌دانیم تار و مبهم است، اما روزی همه چیز را واضح و روشن خواهیم دید، به همان روشنی که خدا اکنون قلب ما را می‌بیند. آمین. عزیزان، قبل از شروع مطالعه از شما دعوت می‌کنم تا با هم دعا کنیم. خداوند، از تو سپاسگزارم که مشتاقی با من صحبت کنی و مرا آموزش دهی. خداوند، از تو درخواست می‌کنم تا در درک صحیح از آنچه که تو امروز می‌خواهی به من بیاموزی، به من کمک کنی. خداوند، به من کمک کن تا درک کنم این آیه در کلام تو در اول قرنتیان فصل 13 آیه 12 چه ربطی با زندگی امروز من داره. در نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین. آمین. خدا را شکر. دوست عزیز حقجو، بعضی اوقات اشتیاق شدید دوست داشته شدن یا مورد احترام قرار گرفتن و یا قدردانی کردن از ما توسط دیگران به حدی میرسه که میتونه ما را کلافه کنه، دل ما را بشکنه، رنجمون بده و یا حتی به کلی از پا درمون بیاره. آیا شما تاکنون چنین تجربه‌ای داشته اید؟ آیا تا حالا شده که شما در زمانی خیلی مشتاق بوده اید تا شخص یا اشخاصی دوستتون داشته باشند، ولی به هر دلیل اونها اونطور که توقع شما بوده دوستتون نداشته اند؟ یا آیا تا حالا شده که شما بسیار مشتاق بوده اید تا توسط شخص یا اشخاصی مورد احترام قرار بگیرید، ولی به هر دلیل اون شخص یا اشخاص توقع شما را به جا نیاورده و به شما احترام نگذاشته باشند؟ یا که تا حالا شده شما بسیار مشتاق باشید تا شخص یا اشخاصی از شما قدردانی کنند، ولی بنابه هر دلیل اون شخص یا اشخاص اونطور که انتظارش را داشتید از شما قدردانی نکرده باشند؟ دوست حقجوی عزیز، میدونید چرا وقتی ما توسط دیگران دوست داشته نمیشیم یا مورد احترام اونها قرار نمیگیریم و یا از ما قدردانی نمیکنن کلافه میشیم، دلمون میشکنه و رنج میبریم؟ به این دلیل که خداوند ما انسانها را برای دوست داشتن و دوست داشته شدن، برای احترام گذاردن و مورد احترام قرار گرفتن و همینطور برای قدردانی نمودن و مورد قدردانی قرار گرفتن آفریده. بله عزیزان، خداوند در حکمت الهی خودش دوست داشته شدن، مورد احترام قرار گرفتن و قدردانی شدن توسط دیگران را در نهاد ما قرار داده. هر انسانی به درجات مختلف مشتاق برخورداری از دوست داشته شدن، مورد احترام قرار گرفتن و قدردانی از او توسط دیگران هست. چرا؟ چون که همونطور که عرض کردم، ما با این خصلت و نیاز طبیعی ذاتی توسط خداوند آفریده شده ایم. عزیزان، وقتی ما توسط دیگران دوست داشته میشیم، احساس میکنیم که در نظر دیگران شخص شایسته، لایق و ارزشمندی هستیم.
وقتی ما توسط دیگران مورد احترام قرار می گیریم، احساس می کنیم که در فکر اونها شخص پذیرفته شده ای هستیم و اونها قبولمون دارند. و وقتی دیگران از ما قدردانی می کنند، ما احساس می کنیم که اونها خواستار پایداری و موفقیت ما هستند. عزیزان، میدونید وقتی ما توسط دیگران دوست داشته نمیشیم یا به ما احترام نمیگذارند و یا قدرمون را نمیدونند چی در ما تغییر میکنه و اکثرا چه واکنشی از خودمون نشون میدیم؟ در این جور مواقع ما اکثرا رنجش از دیگران را در قلب و مغزمون مخفی میکنیم. بله، ما از دیگران می رنجیم و این رنجش ساخته شده توسط خودمان را در قلب و وجودمان محکم پنهان نگه می داریم. اما چرا این کار را می کنیم؟ چرا رنجش ساخته شده توسط خودمان از دیگران را در قلب و مغزمون محکم پنهان نگه می داریم؟ جواب اینه که تا بدین طریق شاید احساس شدید نیاز به اون دوست داشته شدن، مورد احترام قرار گرفتن و قدردانی شدن از طرف دیگران را نادیده قلمداد کنیم. بله، متاسفانه به اشتباه فکر میکنیم که اگه از دیگران رنجشی را در قلب و مغزمون محکم پنهان نگه داشته باشیم، دیگه عکس العمل اونها وقتی دوستمون ندارند یا به ما احترام نمیگذارند و یا ازمون قدردانی نمی کنند، دیگه بر ما تأثیری نداره. متاسفانه بسیاری از اشخاص دیگه هم در صورت دوست داشته نشدن، مورد احترام قرار نگرفتن و قدردانی نکردن دیگران از اونها، سعی میکنن تا این نیاز درونی خودشون را از راه‌ها و طرق دیگری تامین کنند. راه‌ها و طرقی که هرگز جوابگوی نیاز واقعی اونها نیست و نهایتاً به درد و رنج اونها هم اضافه می‌کنه. می‌دونید اون راه‌ها و طرق اشتباهی که بسیاری برای رفع نیاز واقعی درونیشون از اونها استفاده می‌کنن چیا هستند؟ ثروت‌اندوزی، شهرت‌طلبی و یا اعتیاد به الکل و مواد مخدر. دوست خوب من، ما ایمانداران به خداوند عیسی مسیح با هدایت روح القدس و راهنمایی‌های کلام خدا دیگه به خوبی یاد گرفته ایم که ثروت‌اندوزی، شهرت‌طلبی و اعتیادها به هیچ وجه نمیتونن نیاز، اشتیاق و تشنگی واقعی درونی نهاد ما را برطرف کنند. عزیزان، خداوند عیسی مسیح به خوبی این نیاز واقعی ما را درک می‌کنه. می‌دونید چرا و چطور خداوند عیسی مسیح می‌تونه کاملاً هر نیاز واقعی هر کدوم از ما را درک کنه؟ پاسخ اینه که چون او که خداونده بدن انسانی پوشید، به این کره زمین آمد و به صورت 100% انسان در میان انسانهای جامعه خود زندگی کرد و بدین وسیله هرچرا که یک انسان معمولی هر روز تجربه میکنه، اونیز دقیقاً همانها را در بدن 100% انسانی خود تجربه نمود. بله دوست خوب من، خداوند عیسی مسیح در بدن انسانی خود بر روی این کره زمین هر آنچه را که من و شما روزانه تجربه می‌کنیم، او نیز همانها را تجربه نمود. به همین دلیل او هر نیاز، خواسته، وسوسه و اشتیاق هر انسان را به خوبی می‌شناسه و درک می‌کنه. عزیزان، این نکته بسیار مهم را کلام خدا در عبرانیان فصل 2 آیه 17 به ما تعلیم میده. این قسمت از کلام خدا میفرماید: به همین جهت لازم بود که او نیز از هر لحاظ مانند برادران خود گردد تا در حضور خدا برای انسانها کاهن اعظمی دلسوز و وفادار باشد و به هنگام کفاره گناهان بتواند در همان حال که نسبت به انسان رحیم و کریم میباشد، نسبت به خدا نیز
نیز وفادار بماند. آمین. عزیزان، به طور خیلی مختصر این آیه به ما یاد میده که او، یعنی خداوند عیسی مسیح، چه کار کرد؟ کلام خدا به ما یاد میده که عیسی مسیح از هر لحاظ مانند برادران خود گردید. یعنی خداوند عیسی مسیح انسان شد تا بتونه انسان را و هر آنچه را که هر انسانی روزانه با آن دست و پنجه نرم میکنه در بدن انسانی خودش کاملا درک کنه. همچنین عیسی مسیح خداوند بدن انسانی در بر گرفت و انسان شد تا بتونه در بدن انسانی خود جان خودش را داوطلبانه به جای انسان گناهکار قربانی کنه، تا بدین وسیله تاوان تمامی گناهان بشر را یک بار برای همیشه کاملا بپردازه. عزیزان، زمانی که خداوند عیسی مسیح کمی بیش از 2000 سال پیش جان خود را بر روی صلیب جلجتا داوطلبانه به جای انسان گناهکار فدیه نمود، نهایت رحمت و کرامت خودش را به انسان و وفاداریش را به خدای پدر به اثبات رسانید. دوست خوب من، خداوند عیسی مسیح تنها کسیه که واقعاً میتونه روح و جان شما را از هر نیاز واقعی و خداپسندانه سیراب کنه. خداوند عیسی مسیح تنها کسی هست که واقعاً میتونه هرچی را که شما برای زندگی در اراده الهی او براتون بدانها نیازمندید برای شما فراهم کنه. دقت بفرمایید، در واقع خداوند عیسی مسیح هرچه را که روح و جان شما بدان نیازمنده به شما عطا فرموده. خداوند عیسی مسیح هرچه را که شما برای برخورداری از یک زندگی خداپسندانه شاد و موفق در اراده او بدانها نیاز دارید به شما عطا فرموده. دوست خوب من، میدونید چرا خداوند عیسی مسیح هر نیاز واقعی روح و جان شما را به شما عطا فرموده؟ میدونید چرا خداوند عیسی مسیح هرچه را که شما برای زندگی خداپسندانه شاد و موفق مسیحی بدانها نیازمندید به شما عطا فرموده؟ پاسخ اینه که چون او بسیار مشتاق تا شما با او در رابطه‌ای صمیمی و منظم زندگی کنید. بله، خداوند عیسی مسیح بسیار مشتاق تا شما با او رابطه‌ای عمیق و معنیداری داشته باشید. لطفاً دقت بفرمایید، خداوند عیسی مسیح بسیار مشتاق تا با داشتن رابطه‌ای صمیمی، عمیق، معنیدار و منظم روزانه با شما بتونه در زندگی شما خدایی کنه و هر نیاز واقعی شما را برطرف کنه، تا بتونه اشتیاق‌های واقعی روح، جان و نهاد انسانی شما را کاملاً سیراب کنه. دوست خوب من، خداوند عیسی مسیح شما را در حکمت و محبت الهی خودش برای دوستی، محبت و داشتن رابطه‌های صمیمی و سازنده با دیگران آفریده. خداوند عیسی مسیح خالق شما به هیچ وجه نمی‌خواد شما در رنجش از دیگران زندگی کنید. خداوند عیسی مسیح نمیخواد شما در اشتیاق برخورداری، دریافت دوست داشته شدن، مورد احترام قرار گرفتن و قدردانی دیگران در حسرت و رنج به سر ببرید. خداوند عیسی مسیح شما را بی قید و شرط بیشتر از جان خودش دوست داره. به یاد داشته باشید که او محبت بیمانند خودش را برای شما بر روی صلیب جلجتا به اثبات رسانید. خداوند عیسی مسیح واقعاً برای شما احترام بسیار خاصی داره. خداوند عیسی مسیح خیلی خوب قدر شما را میدونه چون خود او شما را آفریده.
خداوند عیسی مسیح واقعا مشتاق تا شما را برافرازه و از هر گونه رنجش، حسرت، ناپاکی و ناراستی کاملا پاک کنه. بنابراین دوست حقجوی عزیز، در همین لحظه قلب خودتون را برای پذیرش عیسی مسیح باز کنید. در همین لحظه اجازه بدید تا خداوند عیسی مسیح به قلب و زندگی شما وارد بشه تا روح و جان تشنه شما را از محبت، احترام و قدردانی واقعی الهی خودش سیراب کنه. وقتی شما خداوند عیسی مسیح را در قلب خودتون میپذیرید، اون وقت میتونید رضایت، خرسندی و خوشنودی واقعی را از او دریافت کنید و بچشید. وقتی شما عیسی مسیح را در قلب خودتون میپذیرید، اون وقت میتونید زندگی با معنا و هدفداری را که او برای شما منظور داشته و برای همین منظور شما را آفریده زیسته و از آن زندگی لذت ببرید. وقتی شما عیسی مسیح را به قلب خودتون میپذیرید، اون وقت میتونید به برخورداری از آینده‌ای موفق، شاد و خداپسندانه ای امیدوار باشید. دوست عزیز حقجو، آیه کلیدی مطالعه امروز ما در کلام خدا در اول قرنتیان فصل 13 آیه 12 بود. این آیه به ما یاد داد که آنچه اکنون می‌بینیم و می‌دانیم تار و مبهم است، اما روزی همه چیز را واضح و روشن خواهیم دید، به همان روشنی که خدا اکنون قلب ما را می‌بیند. آمین. دوست خوب من، ما در این دنیا و در طول عمر زمینیمون شاید هرگز نتونیم درک کنیم که چرا دیگران دوستمون ندارند، بهمون احترام نمیگذارند یا قدرمون را نمیدونند. اما همونطور که آیه کلیدی مطالعه امروز ما به ما یاد میده، فعلاً و در طول عمر زمینیمون ما همه چیز را به صورت تار و مبهمی میبینیم. اما روزی، یعنی در زمانی که خداوند عیسی مسیح تعیین فرموده، در مشیت الهی خودش او اجازه میده تا ما همه چیز را واضح و روشن ببینیم، به همان روشنی که اکنون او قلب ما را میبینه. بنابراین دوست حقجوی عزیز، در همین لحظه اجازه بده تا خداوند عیسی مسیح در قلب شما سکنا گزینه تا در طول عمر زمینیتون هر نیاز واقعی شما را برآورده کنه و تا در آینده هرچه را که مصلحت الهی اوست روشن و واضح به شما نشون بده. عزیزان، از شما دعوت میکنم تا در پایان این مطالعه در کلام خدا با او گفتگو کنیم. خداوند، از تو سپاسگزارم، زیرا که تو تنها کسی هستی که به راستی من را کاملا میفهمی و درکم میکنی. خداوند، از تو سپاسگزارم، زیرا که تو مرا بی قید و شرط دوست داری، برایم احترام قائل هستی و قدرم را به خوبی می دانی. خداوند، از تو سپاسگزارم، زیرا که تو تمامی رنجش ها، حسرت ها و نیاز های روحی و جسمی من را به خوبی می دانی. خداوند، از تو سپاسگزارم، زیرا که تو نمیخواهی من در رنج، حسرت و نیاز زندگی کنم. خداوند، از تو سپاسگزارم، زیرا که تو در ایمانم به عیسی مسیح گناهان من را میبخشی و از من همچون فرزند عزیزت مراقبت میکنی و برای هر نیاز واقعیم مهیا میفرمایی. خداوند، من اعتراف می کنم که گناهکارم و به فیض و رحمت الهی تو نیازمندم.
خداوند، من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان تمامی گناهان من را بر روی صلیب جلجتا کاملا پرداخت نمود. عیسی مسیح به قلب و زندگی من بیا و از وجود من برای جلال نام خودت در اراده الهیت استفاده کن. در نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین. عزیزان، امیدوارم مطالعه امروز ما در کلام خدا موجب برکت شما بوده باشه. چنانچه در طول این برنامه خداوند عیسی مسیح قلب شما را لمس نموده و به او ایمان آوردید، خوشحال میشم تا از شما بشنوم. همینطور چنانچه برای شما سوالاتی به وجود آمده، خوشحال میشم سوالات شما را بشنوم و در صورت امکان به آنها پاسخ بدم. با تشکر از شما که تا این لحظه با ما همراه بودید، تا مطالعه بعدی در کلام خدا و شناخت باز هم بهتر از فیض، رحمت و محبت عیسی مسیح، آرامش الهی او همواره با شما. آمین. بهرم بردی مصیبت، مرا از چنگ شیطان رهانیدی تا ابد. تو نورت را از صلیب تابانیدی بر قلبم، جامه سیاهم را تو پا کردی از تنم، جامه سیاهم را تو پا کردی از تنم. من میخوام تا همیشه در کنارت بمونم، نمیخوام باز دوباره جدا از تو بمونم. میخوام تا کنار تو زنده باشم، تا ابد در جلال تو بمونم. میخوام تا کنار تو زنده باشم، تا ابد بر تو باز بخونم. حتی یک حرف کوچیک منو یادم بیاره، اون قدیم و دوباره. نمیدونم میدونم بی تو لحظه ای بمونم، بودن حدس و با دوستام بازم تنها میمونم. تا همیشه در کنارت بمونم، نمیخوام باز دوباره جدا از تو بمونم. میخوام تا کنار تو زنده باشم، تا ابد در جلال تو بمونم. میخوام تا کنار تو زنده باشم، تا ابد بر تو باز بخونم.
ای خدای آسمانی بهرم بردی مصیبت، مرا از چنگ شیطان رهانیدی تا ابد. تو نورت را از صلیب تابانیدی بر قلبم، جامه سیاهم را تو پاک کردی از تنم، جامه سیاهم را تو پاک کردی از تنم. من میخوام تا همیشه در کنارت بمونم، نمیخوام باز دوباره جدا از تو بمونم، میخوام تا کنار تو زنده باشم، تا ابد در جلال تو بمونم، میخوام تا کنار تو زنده باشم، تا ابد بر تو آواز بخونم. نمیخوام نمیخوام حتی یک حرف کوچیک منو یادم بیاره اون قدیم و دوباره. نمیتونم میدونم بی تو لحظه ای بمونم، بودن حتی با دوستام بازم تنها در کنارت بمونم. نمیخوام باز دوباره جدا از تو بمونم، میخوام تا کنار تو زنده باشم، تا ابد در جلال تو بمونم، میخوام تا کنار تو زنده باشم، تا ابد بر تو آواز بخونم، میخوام تا کنار تو زنده باشم، تا ابد در جلال تو بمونم، میخوام تا کنار تو زنده باشم، تا ابد بر تو آواز بخونم.